به نام خداوند بخشنده مهربان سلام عرض می کنم خدمت شما بینندگان عزیز خیلی خوشحالم که با یک برنامه امتیاز نهایی دیگر در خدمت شما عزیزان هستیم خیلی خوشحالم از شما اینکه شما رو دارم مجدد از طریق اپلیکیشن تیوا می بینم لطفا عزیزانی که از طریق لایو اینستاگرام تماشاگر این برنامه هستن حتما اپلیکیشن تیوا رو دانلود کنید حالا بعد از صحبت من یه وله کوتاه میبینیم در رابطه با نصب اپلیکیشن خیلی خوشحال میشم که حتما اپلیکیشن رو نصب کنید دوستان پیامک خیلی مهمه برای ادامه داشتن روند این برنامه ما خیلی خوشحال میشیم که پیامک شما رو ببینیم و بدونیم که این ارتباط قلبی بین ما و شما بینندگان عزیز هست و هر چقدر نظرات و پیشنهادات بیشتری به ما بدین باعث میشه قوت قلب بیشتری داشته باشیم سامانه پیامکی با 5126 لطفا فراموش نکنید همچنین عزیزانی که از طریق اپستور اونایی که اپلیکیشنشون یعنی آی او هست سیستم آمارشون که اپلیکیشن رو که دانلود کردن برای دریافت ثبت نام اون کدی که براشون میاد دکمه تایید بالا سمت راسته که متاسفانه کم رنگه اما شما بالا سمت راست اگر فقط تاچ کنین کافیه که لمسش کنین بهتون کمک میکنه که بتونین ثبت نام رو به راحتی انجام بدین پس دوستان خواهش میکنم الان ما میریم وله نصب اپلیکیشن رو ببینیم هر چقدر بیشتر اپلیکیشن نصب کنیم به ما بیشتر کمک میکنیم که در خدمتون باشیم و همچنین شما با نصب اپلیکیشن میتونیم کلی بازی های تنیس زنده دنیا رو در حد جهانی ببینیم بریم وله نصب اپلیکیشن رو ببینیم برمیگیم در خدمت شما هستیم با ادامه بر خب دوستان راه نصب اپلیکیشن تیوا رو دیدیم امیدوارم که به این کار رو انجام بدین باز هم میگم عزیزانی که از طریق صفحه اینستاگرامی امتیاز نهایی به صورت زنده الان تماشاگر این برنامه هستن خیلی ممنون میشم که حتما اپلیکیشن تیوا رو نصب کنن و سامانه پیامکی 5126 رو که خدمتتون عرض کردم از این طریق میتونید با ما در ارتباط باشین خیلی هم خوبه که نظرتون در رابطه با حذف جوکوویچ رو برای پیامک بزنین خیلی موضوع جالبی است مهمان عزیزی در استودیو همراه ماستون آقای عباس خزایی از مدیران کل وزارت ورزش که به عنوان ریاست محترم فدراسیون تنیس بودن سالیان سال و, سال و الان در خدمتشون هستیم موضوع برنامه در رابطه با انتخاب های فدراسیون تنیس انتخابات حالا ریاست فدراسیون هاست و نظرات ایشون در این باره بعد میریم سراغ جناب امیر حسین موسوی در رابطه با جام حذوی ازشون سوال میپرسیم که چه اتفاقاتی داره میفته ظاهرا مسابقات از دوشنبه این هفته در کردار کرج مجدد از سر گرفته میشه امیدواریم که حالا این وضعیت کرونا اینا مشکل ایجاد نکنه و یه سری سوالات از ایشون میپرسیم مخصوصا در رابطه با افسودن بازیکن ها به تیم ها که ظاهرا یه قانونی گذاشتن که میشه بازیکن جدید اضافه کرد یعنی هر تیمی که بازیکنش تو این مدت 6 ماه مصدوم شده یا اینکه نمیتونه بازیکنه میتونه بازیکن جایگزین داشته باشه بعد اون میریم سراغ جناب آقای سینا ابراهیمیان سرداور نشان سفید سوپروایزر نشان سفید که در خدمتشون هستیم در رابطه با موضوع اخراج جوکوویچ از یو اس و دیگه موضوعات زیادی مطرح میشه در این تو این برنامه حتما از با ما در ارتباط باشین میریم یه وله کوتاه میبینیم و با مهمان برنامه جناب آقای خزایی تو استودیو خواهیم دوستان تن 120 دیدیم کاری بود از بچه های تیوا خیلی ممنونم ازشون واقعا کیفیت تنیس 120 اینقدر بالا هست که اخبار تنیس رو من خودم از تو تنیس 120 نگاه میکنم واقعیتش اینه خب مهمان نازنین ما آقای عباس خزیز در استودیو همراه ما شما خزی سلام برسون سلام خدمت شما اجازه میخوام که عرض سلام هم داشته باشم خدمت بینندگان برنامه شما و سپاسگزارم از رسانه شما که بنده این فرصت رو داد که خدمتون باشم و احفال پرسی مفصلی خدمت جامعه تنیس داشته باشم و آرزو کنم روزهای بهتری پیش رو داشته باشم خیلی ممنونم از شما باعث افتخار ما هست که در خدمت عشان. شما هستیم از کجا شروع کنیم؟ از اونجا که شما اصلا سابقه مدیریتی رو به من از که وارد داستان مدیریت ورزشی شده؟ خواهش از کنم من عباس خزایی متولد 1335 اهل کرمانشاه بزرگت از کنم که تقریبا از سن 11-12 سالگی وارد ورزش شدم یه اتفاقی افتاد که وارد تنیس شدم اتفاقا دوستان خوبی یادشون بخیر حالا مربی برجسته ای داشتیم اون زمان آقای زاده که یاد میکنم از این استاد عزیز و دوستان دیگه ولی خب کرماشا اون زمسون های سردی داشت و, و مواجه شدیم با یه زمستون خیلی سرد و برفی در واقع که موجب تعطیلی تنیس در اون زمان شد و عنوان خب بازیکن بودی؟ به عنوان بازیکن مبتدی در واقع آغاز کار داشتن تا اینکه ما مراجعه کردیم به جناب آقای زاده و گفتم که ما باید چه کار بکنیم هم که وجود نداره برای تنیس. خاطرم هست بازیه آسیایی تهران 1353 یا همون 1974 میلادی عرض کنم که خیلی شور و هیجان متوجه ورشی کشورمون برای نخستین بار شده بود که در اون مقطع زمانی رشته بدمیتن هم متولد شده بود و این رشته هم در کرمانشاه داشت ترویش پیدا میکرد و یه مربی به نام دیپوگاش اومده بود گفت که شما بهتر با این فیزیکی که داری فعلا بیاید در بدمینتون مشارکت داشته باشی بعد باها رو اینا برمیگردید تنیس به هر حال مسابقات گذشته شد و و اون مربی هم این مقدار زحماتی کشید ظرف یک ماه که در کرمانشا حضور داشت ما عضو نوجوانان کشور در همون مقطع انتخاب شدم دیگه سرنوشت من رقم خورد که در بدمینتون ادامه کار بدم و خوردیم به زمانهای انقلاب و و کنم که حالا ساعت و زمانهای خیلی زیادی می که در پیرامون اون موضوع هم صحبت داشته باشیم منتها عرض کنم ورزش تقریبا تعطیل شده بود و من هم در نهادهای انقلاب اسلامی خدمتگذاری بودم و جنگ تحمیلی هم بر کرمانشاه حاکم شد بود کرمانشاه به عنوان مادر شهر منطقه غرب کشور حجوم خیلی زیادی مخصوصا در بخش نیرو هوایی عراق خیلی تهاجم های شدیدی بعد از اینکه نیروهای ما تو زمینی بخش موفقیت ها رو کسب می کردن برها دوران خیلی سختی بر مردم این و منطقه غرب کلن سپری شد اینکه این مقاطع تقریبا سه ماه چهار ماه مدیر استان تغییر میکرد حالا اون فضا و توقعاتی که از مدیران اون زمان داشتن به حال در این جلساتی که در استانداری و نشست و برخواست های جوان تقریبا 23 ساله در اون مقطع بودن از من دعوت کردن و اصرار داشتن شما بیا در تربیت دادنی به عنوان مدیر عنوان تقریبا میشه گفت که جوانترین مدیر ورزش کشور پا برسه کار در حوزه ورزش گذاشتیم منطقه خب خوشبختانه اون چیزی که میتونم اشاره بکنم خودم که بازیکن تیم ملی بدمینتون بودم در رشته دیوار نوردی و کوه و عرض کنم دو ده, ده کیلومتر استقامت اینا فعالیت جدی داشتم اما به من یه چیزی رو تذکر داده میشد که اگر قرار باشه موفق باشید بایستی توسعه زیر رو توجه کنید البته حالا جنگ زمینی که نامورادی هایی برای مردم منطقه داشت اما در بخش باسازی مناطق جنگی منابعی رو در اختیار استان گذاشته می شد که با ارتباط خوبی که من تقریبا داشتم با مقامات محلی یا استان موجب شد که بیشتر از دو برابر استان خوزستان در همون سالها من اعتبار رو جذب کنم و روش کار خاص خودم رو داشتم که الان فرصت توضیح اون اصلا نیست مگه ساعت زیادی اختصاص بده داده که اون شیوه مدیریتی دوران انقلاب چگونه بود که با منابع محدود میتونستیم پیش بیشتر استفاده کنیم در حال من به زیر ساخت ها خیلی در استان توجه داشتم حدود 12 سال و 8 ماه در کرمانشاه مدیریت سپری شد که به اصرار سازمان تردنی وقت زمان آقای مهندس هاشمی بنده به عنوان مدیر استان اصفهان انتخاب شد اون موقع فدراسیون نبود نه 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 هنوز اصفهان هم یه اتفاقی افتاد یکی از دوستان خوب حالا تو کری خوندن در تنیس هست اینها یه اتفاقی افتاد من تحریک که از تنی از یه مقدار فاصله بگیرم و بیام تنیس کار کنم خب فیزیک مناسبی داشتم یا اون کارهای کشویی که در بدمینتون موجود بلند داشت بلند در اون زمان در اون زمان البته حدود 24 سال پیش در اصفهان من کار تنیس رو دوباره ادامه دادم بعد دیدم این نتیجه نسبی مون تا تکنیک تنیس و بدمینتون خیلی متفاوته چون بیشتر تو اسلایس و ایناست بدمینتون و عرض کنم یا حرکت درایو اما اسپین و اینها خیلی کار فنیه که در تنیس اختصاص و این چیزی که نهادی نمیشه در ذهن انسان به عنوان چه تنیس چه بدمینتون چه هر رشته ای شما اگه بخواید تغییر روش بدید خیلی زمان میبره که شما بتونید بیایید موفق بشید در نقش یک تنیسور واقعی اولین میرو کلام اول ریاست فدراسیون بعد از انقلاب کی بودن آقای خطیبی بودن فکر میکنم زمان حاج مصطفی داودی خدا رحمتشون کنه خدا گرش. بله فکر میکنم و بعدش دوستانی دیگه اومدن آقای نو... استاد نوریان عزیز بودن به حضورتون ارز کنم که بعد جناب آقای مهندس لنکرانی بودن که مدیر بسیار موفقی در عرصه صنعت بودن اما فرصتی نداشتن که بیان در تنیس کار کنن کمک کنن و سریع برگ بزنیم تاریخ رو در واقع اصفهان برها توفیقات بزرگ من عنوان مدیر نمونه ملی در اصفهانم هم سه مدیر انتخاب شدم ورزشگاه بزرگ اصفهان رو ادامه کار رو انتخاب پو پیمانکار و کارها رو خیلی خوب پیش بردیم تا اینکه یه مقدار من خستگی روحی داشتم به لحاظ اون امتداد کار و یه مقدارم غریبی قریبی خانواده اینها موجب شده بود که یه مقدار خودم هم توقم زیاده یعنی اگر در هر کاری به من بسپرن من باعثی در سطح جهانی فکر میکردم همیشه این باعث اینجوری باشه غیر از این نمیتونستم بپسندم و عرض کنم خدمت شما تا اینکه من در موقعیت ورزش منطقه شمال تهران چه میرانات قرار گرفتم یه مقدار کار تنیس رو ادامه دارم دادم و تا اینکه بس املاک و تبصره هایی وجود داشت که حالا امروز بس آقازاده ها و دامازاده ها مطرح میشه اون موقع عرض کنم کسانی بودم که به دنبال املاک سازمان تردنی بودن و من به عنوان مدیر منطقه شمال تهران به هیچ وجه اجازه نمیدادم یک میلیمتر از این زمین ها کاسته بشه و خب یه مقدار این ساختار دولتی بودن وزارت ورزش یا سازمان تدنی وقت باعث شده بود که مدیر سازمان تدنی یا رئیس ریاست وقت و یا وزرای بعدی تمکین کنن از دولت و این باعث میشه که منافع مردم به نظر من یه مقدار خدشه بهش وارد بشه گرچه هدف اونم هدف خدمت ولی جامعه بهتر از ما میتونه تشخیص بده برای تنیس چه شخصیتی بایستی در خدمتش باشه بنابراین این موضوع ارز کنم من در بحث املا خیلی جدی ظاهر شدم اون موقع وزارت خونه وجود داشته اینکه نه سازمان, سازمان بود اختیارات رئیس سازمان هم بیشتر از وزیر بود به این که نماینده ها کمتر میتونستن اعمال سلیقه کنن یا پرسش ها ناگزیر بودن طبق روالی که وجود داشت از ریاست جمهوری مثلا اسلام بکنن یا پرسشاشون رو داشته باشن یا مورد انتقاد قرار بدن و این پروسه یه مقدار فرصت میداد که رئیس سازمان با نگاه های تخصصی جمعی و استفاده از مشاورانش بتونه یه مقدار کار رو بهتر هدایت کنه و در اون مقطع زمانی بود که آقای هاشمی تبا تصمیم گرفت من به عنوان مدیر حقوقی وزارت ورزه سازمان تدنی یه وقت انتخاب بشه که مورد گلایه من چه سالی بود؟ سال هفتاد و تقریبا میشه گفت حدود دیماه سال هفتاد و نو بله در اون مقطع بود که انتخابات برای نخستین بار انتخابات فدراسیون تنیس مطرح شد ناگفته نمونه که این نکته فنی که اینجا باید سرس کنم دولت دوم آقای خاتمی نظرش این بود که یه مقدار دموکراسی یا فضای آزاد رو در ورزش برای مردم باز کنن من خیلی شوسته رفته میخوام این موضوع رو باز کنم و این باعث شد که سازمان تردنی یک اساسنامه ای رو تعریف کرد که میشه گفت تقریبا هفتاد درصدش کماکان در اختیار دولت بودی انتخاب ها و حدود سی درصد میتوانستن هیات ها شخصیت های در نقش مربی و داور و ورزشکار ابراز وجود کنن رأی خودشون البته من تو پرانتز بگم من شخصا شاید متاسف هستم که هنوز این شجاعت این وقار این حیبت این مسئولیت پذیری در رؤسای حیات ما و ارز کنم خدمت شما شخصیت هایی که به عنوان عضو مجموعه فدراسیون تنیس کشور هستن به این بلوغ شخصیتی شاید که یا استقلال استفاده بکنن استقلال شخصیتی نرسیدن به اینکه از جهت منابع تحت تاثیر اداره کل مربوطه هستن همین موضوع خیلی جالب بود که حتما خودتون بپرسم به نظرتون چطور امکان داره ما شخصی رو انتخاب بکنیم که اون شخص بعدا ما رو انتخاب بکنه یعنی ها میان از ریاست هویت حسان ها میان رئیس فدراسیون تنیس رو انتخاب میکنن که بعدا رئیس فدراسیون تنیس قابلیت این داره که بتونه اینا رو کاملا درست اصلا این روش باعث میشه که چیزی حدود 90 درصد توان ورزشی کشور ما با همه پتانسیلی که داریم تحلیل بره یعنی اینو تردید نکنید مگه بخوایم تعارف کنیم مگه بخوایم حفظ موقعیت خودمون رو داشته باشیم اما من فکر میکنم با اسی مقدار جامعه تنیس شجاعت بیشتری رو در دهه قبل در واقع در نظر می گرفت که به امروز به کف موضوع نرسیم که در گروه چهار آسیا باشیم و شاید من به شخص اگر هم به تعریفم نباشه یه تنه جنگیدم ظرف این ده سال دادگاه های زیادی رو سپری کردم من گفتم آخرش اینه که به حال من با قدرت این دوست عزیز من تی زندان باشم دیگه ولی عمر من این نباید اینجوری بگذره عمر من بایستی در احقاق و حقوق جامعه تنیس نه بگم تنیس اصلا خود حقوق فردی جامعه من این استحقاق رو داره که ما براش وجودمون رو بگذاریم تا ما بتونیم یک ایران برجسته در صحنه گیتی داشته باشیم کاملا درست وگرنه شهدای عزیزی که ما در زمان جنگ تحمیلی که بنده نظارگر بودن واقعا کاری که بچه های ایران کردن که هیچ فیلمی اکران نشده که بتونه اون حقایق صحنه جنگ رو بتونه به نمایش بگذاره یا خانواده شهدا چی کشیدن اینا رو قادر نیستیم یعنی سینمای ما اینقدر سینمای پیشرفته نبوده که بتونه این مشکلات و اون زمان رو ترسیم بکنه و امروز اون ارسی که برای جامعه ما برای مدیران ما بر جای مونده متاسفانه میتونم بگم من نظرم منفی که اینها و اگر رسانه های ما و امیدوارم رسانه های ما هم به یک روزی به استقلال رأی بیشتری برسن که قادر باشن حقایق رو به گونه‌ای مطرح کنن که کسانی که استحقاق واقعی دارن در صحنه خدمت حضور پیدا کنن امیدوارم من خوشبینم با آینده نزدیک که انشالله یه اتفاق شاهد باشیم و اینم لازم اشاره بکنم و متاسف هستم برای جامعه تنیس که شخصیت باوقاری مثل امیر جعفری تهرانی که می یک نقطه عطفی برای تولد دوباره تنیس کشور ما باشه با همه محدودیت هایی که در بخش زیرساخت و امکانات اختصاصی برای فدراسیون تنیس کشور ما وجود داره من برای این عقیده هستم حدود ده سال در تمام رسانه مطرح میکنم هر فرصتی با نهایت, با نهایت احترام که اگر امروز و همین زمان وزارت ورزش مثل سال 1350 سازمان تردنی وقت به خاطر عملکرد ضعیفش در اون زمان منحل اعلام شد الان اگه منحل اعلام بشه و اسوی متخصصین ورزش در هر رشته ای آدم خودشون انتخاب بکنن و فدراسیون ها رو تشکیل بدن و زیر نظر کمیته ملی المپیک فعالیت بکنن بدون تردید ما جزء 4-5 من یادم مقام معظم رهبری سال 79 بود اتفاقا نکته ای رو اشاره کرد حالا برای چه اساس چه اطلاعاتی گفت که ما توان و پتانسیل ما این هست که جزء سه کشور سهنگیتی باشیم و واقعا من بخوام بگم اینو باور داریم منطقه به شرط و شروط ها که از چه شیوه استفاده کنیم یعنی مدیریت های وابسته رانتی ممکن نیست اجازه بده در زمینه ورزش حالا اقتصاد اینام که جای خاص خودش خودشو داره و خودش خودشو داره اما اختصاصا در مورد ورزه 40 سالی که در این مسیر دارم موشکافانه دارم حرکت میکنم و میبینم متاسفانه اون روحیه جوانمردی که بایستی در ورزشگارهای ما باشه بتونن استقلال رهی داشته باشن بتونن حرفاشون رو بزنن در جهت ارتقای ورزش کشورشون این رو من نمیبینم مرازمی. و امیدوارم که بر حال زحمات شهدای انقلاب اسلامی رو بدونیم نزدیک هفته دفاع مقدس هم هستیم و به حال این خاطرات رو من گرامی میکنم و همش با اون زندگی میکنم به همین خاطر توقعم هم خیلی زیاده خیلی چون امروز گاهی اوقات گله میشه ملازم اونا نه ماها ما نسل موقع زحماتشون کشیدن نسل کرونی بایستی سینه ستب کنن حقایق رو مطرح کنن تا در واقع نظام و جامعه ورزش شما بتونن در اون جایگاهی که استخابش رو دارن برسن خیلی ممنونم از شما حالا ان بریم یه دونه وله کوتاه ببینیم برگردیم در رابطه با اینکه شما از اون جایی که شدین رئیس فدراسیون چند سال سوال از شما بپرسم و باید ادامه دوستان شیوه درمان تنیس البو رو دیدیم تنیس البو یک آرزه هستش که برای همون از اسمش هم پیداست برای آرنج بازیکن های تنیس وجود به نه تنها بازیکن تنیس خیلی از که با موس و کیبورد کار میکنن دچار این آرزه میشن در در ناحیه آرنج هست که با این کلیپی که دیدین کمک میکنه بهتون که درتون کمتر خب با ادامه صحبت با مهمان برنامه جناب آقای هستیم جناب از چه سالی شما شد این ریاست فدراسیون تنیس تمنا میکنم عرض کنم خدمت شما تقریبا 27م 26م یا 27م اسفند سال 79 من ابلاغ رو گرفتم از ریاست وقت سازمان های مندس هاش متوا و بعد دیگه کارو شروع کردیم حالا تجربه تو حوزه فدراسیونام ها هنگام نداشتم واقعا انتخابتون چطوری بود انتخابات انتخابات خوبی بود منطقه چون یه مقدار هم ارتباط انسانی من با مدیران کل خیلی عجین بود با رؤسای های خیلی صمیمی و اون دورانی هم که گهگاه مسابقاتی در کلماشا مسابقات منطقه برگزاری می شد چون هم خب جز رشته راکتی بودم خودم خانواده برچه راکتی بودم به همین مناسبت وقت بیشتری رو اختصاص می دادم که برم هم دو افتتایی و اختتامیه و توضیح مدال و بعد کم کسرا و رستوران و اینا رو به عنوان مدیر اجرایی من اعتقادم این که اصلا مدیرهای اجرایی میتونن بعد از اینکه تجارب کافی رو به دست آوردن در نقش مدیرهای ستادی میتونن کار رو انجام بدن چون خیلی نیاز به موارد مشورتهای اجرایی ندارن چون خودشون اون راه رو طی کردن کاملا درسته در بلد. دورانی دوران ریاست فدراسیون شما کارهایی که انجام شد برای تنیس یعنی به صورت خیلی خلاصه بخوام بهش یعنی بررسیش کنیم چه کارهای مفید خیلی زیادی به نظر شما خوب بود یعنی کار خوبی که انجام شد چی البته من میخوام بگم که از بچه های خوب زمان ما حالا آقای انوشا شاغولی بودن آقای اکبر تاهیری بودن آقای شابه حسنی بودن آقای اشکان شکوفی بودن و دوستان دیگه حالا از دور نشه که ارز کنم خیلی همه همه واقعا بچه دوست داشتنی و پرتلاش در یک وضعیت موجود اون روز رو من نگاه میکردم نهایتش ما سایزمون در گروه دو آسیا بود بیشتر از این استقاقش رو نداشتیم به خاطر اینکه یک فاصله دو دههی هم بچه ها از بزرگانی مثل عیسی خدای محرم خدایی محصور بهرامی این بزرگانی که در پرآوازه بودن در تنیس آسیا و خب من یادم خودم دزاری همین مسابقات کاپاریامر بود و یا مواردی که دو سال پیاپی اون اواخر قبل از انقلاب برگزار شد خب اینها انگیزایی داده میشد و اون جوایز هنگفتی که وجود داشت این باعث شده بود یه مقدار تنیس ولی این فاصله ای آرمانگرایی ما انقلابیون و که بحث مرحال متعادل سازی م... اه... کشور بحث بود کمتر به رشته هایی که یه مثال لوکس به نظر می رسیدن مثل ورزش لوکس به نظر داشتن که می گفتن من واقعیت رو مطرح کنم برحال اه... کمتر مورد اقبال بود یعنی جامعه هم نمی نه اینکه این بس بس رسانه های رو ما نداشتیم اصلا اینجور چیزی وجود نداشت ولی و خب این آقایون خیلی زحمت کشیدن من وضعیت موجود وقتی بررسی کردم دیدم که ما بایستی با این منابع محدودی که در اختیار داریم تیمی رو انتخاب کنیم که این تیم از جنس تنیس باشه حتما شخصیت های سالم و مورد وسوق جامعه تنیس باشه که من مثلا با آی ایسا خدایی رسیدم نهایتش که دیدم هم شخصیت خیلی دوست داشتنی هست روابط انسانی فوق العاده دبیر فدراسیون دبیر فدراسیون در این درسته. پوزیشن به اصطلاح ورود نمودن یعنی تا اون سال هم هنوز نگاهشون به تنیس نگاه تاغوتی بود درسته ببینید نمیشه این رو تدریجی ببینید یه انقلابی که اتفاق میفته مرحال ناشی است یه سری رخدادهای منفی دوران خودشه که مثلا اشرافیگری فاصله حالا چرا تنیس حالا به عنوان اشرافی تنیس که الان شما نگاه کن هر کی بدبخت بیچاره است حالا دوستان تنیسی من الان بازیکن اتفاق امروز هم باشون با صحبت میکردم میدونن یعنی ضعیف ترین قشر همه توپ جمع کنا اون بیشترین میزان فشار روز قشری که وجود داره قش تنیس از بده من اینو بگم به شما چون کسی رو به روی شما نشسته که هم بر تعریف نباشه حدودی تقریبا میشه گفت پنجاب و یک سال در ورزش داره به عنوان ورزشکار و به عنوان مدیر داره خدمت میکنه و در وزارت ورزش به عنوان دومین مدیر زنده محسوب میشنم بعد از جناب آقای افشارزاده عزیز بوزوتن از کنم که واقعیت اینه که اکثر ورزش های ما رشته های ورزشی ما محدودیت منابع دارن خب یه سری رشته ها که مدال آورن مد نظر کمیته ملی المپیک است و یا سازمان حالا وزارت ورزش امروز که اینها از در واقع پرتو وجود اون مدال ها که بتونن در صحنه بین اعتباری رو کسب کنن به این صورت جامعه تنیس هم به اعتقاد من حالا صحبت هایی که با آقای مهندس هاشمی تبا اون زمان داشتیم به این ترتیب بود که تو اگه میخوای موفق باشی برو به سمت استان ها و به همین خاطر من تو بحث زیرساخت ها توجه می بردم تو بخش مثلا سیستان و بلوچستان استان قوم یا شهر قم خراسان شمالی مازندران تا حدودی اون وزشگاه شهید داراب همه اینها به صلاح تمام استان ها رو تماما خودم بدون اینکه رارنده استفاده کنم با امکانات حداقلی فدراسیون که یه پژو از فدر... از سازمان وقت گرفته بودم خودم رانندگی میکردم و حالت دور مثل حالت مسافرت به سمت جنوب به سمت شمال همه اینا رو به شکلی رالی در واقع من پیشه می کردم تا بتونم به شکل عینی مشکلات اینا رو ببینم تنیس از جهت امکانات واقعا خیلی در محدودیت بود و هست حالا خوشبختانه یه مقدار بخش خصوصی در حوزه استانهایی در یک کشور البته من حتی بخوام بگم که در این اواخر هم که من سمتی در فدراسیون تنیس نداشتم دو استاندار عزیز در کردستان و در ایلان بودن که دوستای قدیمی من بودن تماس می گرفتم و ازشون استمداد می که شما بیاید به تنیس توجه کنید که ایلان موفق شدیم اما کردستان زمین نداشت هرچی جنابایی مهندس زاهدی تلاش کردن در اون مقتی زمانی موفق نشدن و آقای خاجوی به عنوان ریاست هیئت انتخاب شده من گفتم لاقل ریاست هیئتی رو انتخاب بکنی که این باعث بشه خود اون انگیزه داشته باشه و مدیر کل راه هم بود یعنی شما به عنوان ریاست فدراسیون میتونستین اون موقع پس روی استانها رو برده. استانها برده. ما. نظر بدین ببینید ما در واقع تو این محض زیر ها از خاک رایگان برای سورفیس زمین های تنیس که کورت بود اومد. رایگان میدادیم توپ و تور رو رایگان میدادیم من حتی خاطرم هست آقای محمد هاشمی مستند دارم ارز میکنم که ریاست در واقع بخش ارزی ریاست جمهوری وقت و بود من مستقیم یه نامی برای ایشون نوشتم که من به عنوان رئیس فدراسیون تنیس رنج میبرم که منابع ارزی نداریم که توپ رو تهیه کنیم شما ما رو کمک کنید من متوجه نشدم یهو دیدم آقای کاشیفی رئیس ری دفتر مشتری زنگ زد گفت چرا مستقیم مستقل نامه زدی اینو آقای هاشمی تبون ناراحت میشه بعد دیدم نه آقای مهندس خیلی هم راحت و گفت کار خوبی کردی بیا این 50 هزار دلار فعلا تو پارتی اول برو سی باز کن و تو وارد کشور کن و فقط این فقط چون من... ببخشید وقت برنامه خیلی کم هست در رابطه با یه سوالی می‌خواستم بپرسم در رابطه با اون هاردکورتی که وارد شد یعنی اون موقع هم. شما در سال اگه شما نکنم دیگه هشتاد بود من <نها> سال یه اتفاقی افتاد رفتیم یادشون بخیر من از شخصیتی که الان در کشور نیستن ولی از عاشقای واقعی تنیس کشور بودن به نام آقای افشین زند که تمام سراپا تنیس بود مقیم شهر کرج بود و این در واقع ورزشگاه پارک, پارک تنیس میشه گفت که شهر بله جهان از مدیریتی و درخواست ها و کاره در واقع نگارشی و اون, اون نورپردازی های بالا زمین هم که اون باکس رو خود استفاده شده و خارج او بله, بله بعد اونجا گرفت مهندس شبان روزی کرد. که ایشون با اون وسواسی که داشت و با دقتی که داشت به خرج داد و ایشون همراه من بود در هنور جرال میتینگ یا جلسه سالانه در شهر مراکش اونجا با فردی به نام آقای آرتاکر آشنا شدیم کالیفرنیا پروداکت امریکا بعد دیگه میز اول من سال اول من با کشوری عربی در واقع میز مشترک ما بود در نشستا اما سال دوم حالا من نمیدونم اونا چه ارزیابی داشتن در سال 2002 هم فدراسیون ما در بخش توسعه به عنوان فدراسیون برتر آسیا انتخاب شد ازبکستان در بخش قهرمانی انتخاب شد. ما در بخش توسعه زیر ساخت ها. آقای آرتاکر کمک کرد. ما دوازده زمین تاش پنجتاش کوشنکورد و هارد هاردکورت که اون پنجتاش هم خاطرم هست از نوعی بود که در استرالیا استفاده میشد. ۹۲ هزار دلار از صحبت یک میلیون دلار کل سازمان عدنی آقای کفاشیان هم ریاست ورزشی، معاونت ورزشی رو داشتن. و با هماهنگی که داشتیم من تونستم پرسی باز کنیم و این مواد هاردکور وارد کشور بشه دو ماه مونده بود اینجوری بگم که با پیشنهاد خدا آقای ایچیکاواتی که رئیس آسیا بود که در بارسلون گفتم من به یه جنبندی رسیدم شما بیایید ریپلیس من بشید جانشین من بشید در تنیس آسیا برای من یه چیز غیر ممکنی بود یا شوخی بود یا یه چیز ملموسی نبود من باورم من اتفاقاً فاصله پیشنهاد دادم گفتم آقای جابر سبا کویت که نایب رئیس هستن ایشون بیاد خیلی سریع به به موضوع ایشون ناراحت شد گفت من خیلی رو کردی نظر مساعدی رو عربان نداشتم ندارم و این باعث شد که من اومدم این گزارش رو به آقای زاده وزیر رئیس سازمان وقت دادم یکی از دوستان داخل سازمان گفت که این گزارش شما موجب شد که اینا تصمیم بگیرن تو رو تغییر بدن چون این پست های رؤس های تقریبا پست های سی اینا هر جا که اون پروموشن و رشد احساس بکنن میدنش به کسی دیگه من خیلی ناراحت شدم سیتروئن مثلا شده و اسپانسر تنیس ما پرایز بونی تمام فیوچرا رو من به خاطر که سیتروئن این حس همکاری ما رو خوب درک بکنه و بدونن که ما دنبال توسعه واقعی تنیس کشور هستیم یک میز رو برای سیترون در فدراسیون منظور کرده بودیم که پرایز ها توسط متصدی خودشون پرداخت بشه و گمان نبرن در ذهنشون که نکنه مثلا اینها بخشی از این رو حالا تحت نام مثلا مالیاتی چیزی فدراسیون یعنی به شکل خیلی جدی برادران چجوری بگم ما کارو پیش بردیم و در من متوجه شدم ابلاغ آیه مهندس خروشی روزی که ما مسابقه دیویس کاپ داشتیم در این انقلاب با مالزی زده شد به من این خبر رو سازمان دادن و اونها خب گمان بردن که ما حتما به مالزی میبازیم و من هم چهرار رو نگاه میکردم همه هم دعا میکردن که ما ببازیم و چهار یک تیم ما موفق شد شاهب خیلی خوب بازی کرد من یادم همه خوب بازی کردن هنوش هم که معمولا خیلی خوب بازی میکرد و ما تونستیم مالزی رو قاطع بزنیم و این باعث شد که پس بیفته این بر خیلی شکل جنبه قشنگی برای سازماندهی وقت نداشت این به تعویق افتاد دو سه ماه این زمان برد بعد یه دفعه من خودم از شبکه خبر شنیدم که گفتن آقای عباس خزایی استفاده ده من تماس گرفتم گفتم ما که استفاده دیم ما تازه آغاز کاره بله مواد هاردکور رو من 92800 ول هم ریالش و هم مواردی ایران کردیم بعد من که تغییر کردم اما رو زحمت کشون دلم میخواست حتما به سمر برسه مراجعه کردم به فدراسیون تنیس آقای خروشی باشون صحبت کردم که این رو ترخیص کنید حالا به هر علتی ترخیص نکردن ترخیص نکردن تا برای چند تا زمین تنیس بود؟ دوازده تا زمین دوازده دوزده دوزده تا زمین, تنیس. زمین, زمین, زمین ها و پیشمینی هم شده بود من فرزشگاه آزادی رو تمام اون کلیکوردار رو هیچده تا زمینش رو ریپیر کرده بودیم آقای تقدس سجاد معاون مالی سازمان خیلی کمک کرد یه بحث فنی خیلی قوی بود که اون موقع شما به نتیجه رسیدی بودین که برای پیشرفت تنیس نیاز است که روی هارد کورت بازی بشه ببینید من تفکرم به عنوان یک قهرمان با عنوان یک ورزشکاری که توی مسیر حالا در رشته دیگه زحمت کشیده بود میدونستم این امکاناتو میخواد من زمانی هم که در کرمانشاه بودم مثلا وضع ما همیشه مطرح بود امروزم هم مثلا کرمانشاه ملازم کورش ها بودن این چیز جلوس. هست چهرون به من اومدم ارز کنم خدمت شما دوازده تا مثلا تخته شنایده رو تمام چیزها رو مثلا تمام اینا رو ما پوش میکردیم حمایت میکردیم اینجا لازم بود من اون کاری که در خوره تنیس کشور ما هست انجام بدیم من تا واقعا میخوام بگم آقای ایسا خدایی فوقلاده بودن از در سلامت فوقلاده بودن آقای میرزایی فوقلاده بودن البته ما یه سنگ اندازی ها یه حوادثی که من گاهی اوقات تقریبا شبان روز باید زندگی میکنم یعنی همش منتظرم قیامت برسه تو دنیای مادی من نمیتونم از افته ایکس و ایگرک بر بیام توجه نه زور اون آقا رو دارم که از این رانت برخور داره. نه میتونه دیهش رو به من بده نه دیه جامعه رو میتونه جبران کنه اینا همه میونه قیامت رو بگذریم. درسته. اما واقعیت هم اینه که اون هاردکورت من شده آخرش از یه من رفتم سمنان من رفتم سمنان مدیر کل سمنان شدم. سمنان هم داستانش اینجور بود که آقای علی آبادی منو دعوت کرد. گاه خذایی شرط تو اینه که این استان استان رئیس جمهور آقای احمد نژاده تو باید آبادش کنی. بعد برمیگردی تنیس. من هم خاطر یه هدف بزرگتر رفتم کار استان سمنان رو انجام بدم و خدا خاطره بسیار خوبی دارم که ظرف 22 ماه 220 هکتار زمین تملک شده برای استان سمنان 44 تا سالن ساخته شد پایگذاری یک استادیوم 15 هزار نفری شاهرود هم داشتیم زمینی که 15 هزار نفری شهر خود سمنان هم 85 درصد پیشرفت ریالی و فیزیکی رو انجام دادم که آقای علی آبادی تغییر کرد و به حال تو سمنان هم که بودین زمین تنیس ساختین بله متا ما یک ورزشگاهی داشتیم به نام ورزشگاه تختی یا همون میدون سعدی من اومدم اونجا برای اولین بار شاید این روش رو اعمال کردم که اومدم سایت رو بررسی کردم رشته های راکتی رو تمرکز دادم تیبل تنیس بدمیتن، تنیس و مینی گلف رو یه جا ساماندهی کردم و ظرف یک سالم همه ساخته شد روزن. توجه میفهم ظرف یک سال بعد پشت اون البته یه سالن ژیمناستیک بود چون میخواستم در هر شهر سمنان یک سالن ژیمناستیک به عنوان رشته مادر زده بشه که این خوشبختانه این کارم انجام شد و رکوردی که ما داشتیم هفت ما از صفر تا صد سالن‌ها رو انجام میدادیم یعنی یه چیزی بود که فوق‌العاده بود از نظر مقامات کشوری و وقتی که اتفاق افتاد که آقای علی آبادی مورد تغییر قرار گرفتن و آقای سجده اومدن من دیدم که دیگه اون قرار ما خود به خود است انتخابات فدراسیون تنیس در اسفند سال 88 قرار بود برگزار بشه من استفاده دادم با هدف اینکه بیام مستقل در انتخابات فدراسیون تنیس شرکت کنم که دوستانی که امروز مهندسی کردن اون روز هم تشریف داشتن و عرض کنم خدمت شما به ترتیبی عمل کردم متوجه شدن که من حتما رای میارم فردا انتخابات از طریق آقای کشاورز عزیز اعلام شد که این انتخابات منتفی است و چهار ماه دیگه آقای چهارغ کشاورز بله کشاورز بعد چهار ماه دیگه این انتخابات رو عرض کنم خدمت شما برگزار شد و بدونی که اجازه حضور به بنده بدن و آقای مهندس شایسته حدود 11 سال کرسی تنیس کشور رو و من میتونم بگم بهترین موقعیت طلایی از بد قبل از انقلاب از بد تولد تنیس تا این لحظه زمانی بود که دولت آقای احمد نژاد بود که با منابع فوقلاده و شارژ منابع در عمرانی که فوقلاده یعنی اگه دست. یک مدیر توانا وقت بزار بود میتونستی کنار اوتوبان ها رو با قدرت و ارتباطه که این بزرگوار داشت میتونست تنیس بزنه به نظر من درست اینقدر میشد در دوران برای شما آقای خروشی بود درست یا قبل شما بود خروشی نه من آقای خروشی بعد اومدن که البته متاسفانه زمان آقای خروشی اصلا کار شایین توجهی نشد آقای به آقای همدانلو معاونه برای آره شل آقای خروشی رو را... دعوت می‌کنیم ان شاءالله 4 نفری دعوت بشن خیلی بیتر. خوبه ان اگر قبول بکنن حالا یه موضوع خیلی خوبی هم که هست حالا متاسفانه جناب آقای موسوی پاسخگو نبودن خیلی متشکرم از جناب موسوی عزیز که در سمت رئیس برگزاری رئیس کمیته مسابقات کشور پاسخگو نیستن حق جامعه تنیس بود که بپرسن که آقا جامعه عزیز چرا داره تو کردان کرج برگزار میشه خب شاید خیلی ها از تیم ها اون مالیش مالیشون نداشتن خیلی ها شاید اون به خاطر اون مجبور باشن به خاطر شرط کرونا تو این جاده رفت آمد بکنن و چیزهای دیگه و سوالاتی که بود این نشون دهنده نشونه های خوبی نیست از اینکه ریاست کمیته مسابقات جوابگو نباشه حالا که بتونیم باش صحبت کنیم و از این بعد ما اسم اسامی مهمانان برنامه رو سعی کنیم مثلا نگیم چون میترسیم که اگه اسامی مهمان برنامه رو بگیم خیلی زودتر از اینها تلفنشون از دسترس خارج بشه خب بله اینو بگم که ببخشید شما از ذهنم دور نشه در سمنان آقای ارشدی معاون فقط به اگه زمین دیگه ای آیتم کچیک، چون زمان ما بله. خیلی کمه بریم آیتم کچیکو ببینیم هش. برگردیم در رابطه با هاردکورت دوستان یه ای آیتم خیلی کوتاهی هستش می‌بینیم برمیگریم ادامه صحبت با زمین های هاردکورتی که برای فدراسیون تنیس اومد اما سر از سمساری در آورد خب تصاویر جالبی بود از بازیکنان تنیس از بدو کودکی تا قهرمانی که باز هم مجدد متشکرم بچهای تیوا خب با ادامه صحبت با جناب خزیل قبل از اینکه بریم سراغ ادامه صحبت که در رابطه با یه تعداد زمین هاردکورت قرار بود که در دوره ریاست ایشون ساخته بشه سامانه پیامکی 501026 و, و دوستان پایین تصویر برای شما نمایش میدن لطفا پیامک بزنید نظرتون رو ما ارسال بکنید و مهمان بعدی برنامه هم میتونید شما انتخاب بکنید ما خوشحال میشیم خب جناب خزی برگردیم سراغ این زمین های هارد کورتی که شما وارد کردین و بعد دیگه هش. بله در موقعیت استان صحبت برای ب... بله. فقط صحبت کنم 19 سال پیش اگه اشتباه نکنم نه خیر سال 83 بود 83 83 83 میشه در حدود 16 سال پیش. 16 سال پیش. 16 سال پیش بله 16 سال پیش و عرض کنم که در موقعیت استان سمنان بودم زمین رو منظور کردیم که شش کورت رو میتونست به خودش اختصاص بده با تاسیسات جنبی در بهترین موقعیت شهر سمنان خب سمنان هم یه موقعیتی رو داره نسبت به تهران بزرگ که میشه در واقع به عنوان مکمل یا فعالیت‌های های اردویی اینها استفاده کرد و این متقاعد کردم معاون منابع انسانی وزارت خونه رو که تحت اون نامی که من نوشتم خدمتشون فدراسیون تنیس وقت آقای مهندس خروشی هم کمک کنن شش زمین از اون دوازده زمینی که خود من کارشون انجام داده بودم در واقع به ما بدن متاسفانه داده نشد دو تا نامه فکر کنم سباقش تو سباق شخصی من تو آرشیو کار خودم پایگانی شد دارم که این مکادبات انجام شد و پایگانی شده بود در فدراسیون تنیس ولی این مواد هاردکورد در واقع متروکه اعلام شد از طریق گمرک کشور و رو روابطی که داشتم با سازمان سازمان مرکزی در واقع توجیه کردم که حیف این زمین و از بین بره اونا حراج میکنن میفروشن و رفتم خودم شخصا دنبالش و چهل میلیون تومن تامین اعتبار شد با وجود که من سمتی در دیگه در تنیس نداشتم که این رو بتونیم حداقل حضش رو جامعه ببره اما این اتفاق نیفتاد تا فدرستون آقای هم دستخوش تغییر زمان قرار گرفت و و همینجور تغییرات رو برای همه ما انسان ها وجود داره و باعث قدر و ای که هستیم بدونیم تا اینکه جنابایی مهندس شایسی تشریف آوردن همین اطلاعات و مراجعات و اینها که حالا به هر علتی در زمانشون هم استفاده نشد البته بدیهی گفت شاید احساس میکنم من نمیتونم توی این بخشش درست قضاوت بکنم یعنی چون خیلی تخصصیه مواد هاردکور از تلفیق سه مواد در واقع میشه در واقع همون پوششی که سورفیسی که ما میبینیم در فیلم ها و مسابقات اینا بینید اما یه بخشش امکان داره از بین رفته باشه ولی شما میتونید تامین اعتبار کنید بلا فاصله وارد کشور بکنید، ظرف یه هفته ظرف ده در روز ظرف 20 روز ظرف یک ماه اون رزیناش یا اون بخش رنگشه که به حال از بین میره ولی بقیه موادش هستش که خب این همه فرصت رو دوستان در اختیار داشتن متاسفانه این اقدام چنین اقدامی صورت نپذیرفت شما عنایت داشته باشید که برای بچه های ما خارج از کشور میرن حالا معمولا در مسابقات دیویس کاپ یا در مقطع جوانان غرب آسیا شرکت میکنن بیشتر رو زمین های هاردکورت یعنی با مشکل مواجه میشه مگر یه زمان طولانی چون بانس تو همه چی متفاوته سرعت تو خیلی متفاوته و این فرصت رو کشور ما تنیس ما از دست داد اما متاسفانه. یه نکته که دوست داشتم اشاره کنم تو زمینه جانشین پروری یا برای آینده جوانوی مملکت من میتونم آقای انوشا شاغلی رو گواه بگیرم در سرویسی که سوار شده بودیم به سمت فرودگاه از هتل تاشکن تا فرودگاه من با ایشون در میون گذاشتم من به اینجا رسیدم که میخوام اگه شما موافق باشید زمینی که فعالیت های خودتون رو خواهید داشت اما روزی سه چهار ساعت از وقت شما به جای مربی خارجی استفاده بکنم تو زمینی آموزش تو بحث جونیور من استانها رو ساماندهی میکنم تمام استانها حالت در واقع به شکل متناوب از نیروهاشون دوتا دوتا سهمیه بدن به اینها و این باعث بشه که یه جمعیت 60 تا 70 نفر رو داشته باشیم ریزشی مثل حالت کوالیفای این برنامه رو ما اعمال بکنیم و این باعث میشه که یک رقابتی بین این ایجاد بشه شما و بچه ها بید کمک بکنید هم در آینده به عنوان مربیان برجسته دیویسکاف ما خواهید بود و این مورد اقبال ایشون قرار گرفت و پسندیدن اگه بیننده برنامه هم باشن به شما خواهند گفت عرض کنم خدمت شما هنوز هم اعتقادم اینه که فدراسیون کنونی با همه انتقادهایی که شخصا دارم بر وضعیت موجود که نبایستی اون وعده ها داده میشد یا به اون شیوه انتخابات برگزار میشد حالا که این اتفاق افتاده اما این فرصت های حد اقلی هم نبایستی تنیسی کشور ما از دست بده یعنی همه ما کمک کنیم خلی... کمک کنیم اگه بشه مخصوصا این بخش استعدادیابی رو ساماندهی کنن البته یکی دو نفر پیرامون فدراسیون هستن که استی میبرم اونها نخواهند گذاشت مگه شما فوق متخصص باشید که بتونید اتاق عمل رو به تنهایی اداره کنید یعنی چنین وضعیتی در فدراسیون تنیس حکفرماست فرماست بایستی خیلی مقتدر خیلی مستقل رئیس فدراسیون بتونه کاراشو انجام بده تا از عهده کار بر بیاد متاسفانه میگم به نظرم جناب خزی این سوال خیلی بزرگی هستش که فکر خیلی از من و بینندگان عزیز ما رو مشغول کرده چون خیلی پیامک زدن اعضایی که آدمایی که در داخل فدراسیون حضور دارن اینها چه قدرتی دارن که با رفتن رئیس فدراسیون و اومدن شخص دیگه انقدر قدرت داشتن اون تو موندن ببینید اه... ما حالت علم ریاضی رو اگر بخوایم فیل بداهه ازش استفاده بکنیم یا یک ترازو رو ملازم فرمی وقتی وزن مدیریتی یک کسی که در اون جایگاه قرار میگیره اون وزن مدیریتیش در حد شایستگی لازم نباشه اونها برندن اونها قادرن شما را توجیه کنن و به بیراهه ببرن که ما بمونیم خوبه الان مشکل وزارت ورزش همینی که بدنه مدیریتی ارشدش در حوزه فدراسیون ها من منهای آقای یزدانی خورم که ستاره ای بود بین تمام ستاره ها که درخشان بود و یادشون همیشه گرامی است من میخوام بگم که ایشون توانست به عنوان اینکه کسی که نه والیبال میدونه هیچ چی نمیدونست توی زمینه اومد با شم مدیریتی که داشت با وزن مدیریتی که داشت راه رو درست انتخاب کرد درسته. من میخوام بگم که چند اتفاق بایستید به موازات هم بیفته که فدراسیون های ما بتونن ارتقا پیدا کنن و اول بگم گام اول اینه که استقلال شبکه های رسانه ای مملکت ماست یعنی یه زمانی برای من اصلا قابل قبول نبود که من بخوام یه شبکه خارج از کشور رو بخوام ببینم که اخبار رو از اون طریق ببینم من بایسی انقدر اعتماد داشته باشم به این شبکه داخلی کشور خودم که نیازی نداشته باشم به دکمه شبکه خارجی رو بزنم به همین خاطر آرزو میکنم که مدیرانی در بستر ساز... صدا و سیمای جمهوری اسلامی قرار بگیرن که اول به در واقع حرمت خون شهدا برای اصالت نظام جمهوری اسلامی برای بقای نظام جمهوری اسلامی همه تلاش بکنن واقعیت ها رو مطرح کنن اون موقع ما در کنار هم قرار میگیریم اما شما یه اخبار واهی رو بدید از ورزش ما فوتبال ما چه اتفاقی افتاد که امروز بعد از اینکه اون بخشی من البته به فرد میدونستم گزارشم به بازرسی کل کشور داشتم همون موقع چون کمی مو کمیته عضوگیری فدراسیون فوتبال کشورم بودم میدونستم که چه اتفاقی منتها این رسانه های ما دارم این رو عرض میکنم موفقیت نظام جمهوری اسلامی در بستر اقتصادی در صد بستر صد اجتماعی در بستر ورزش رابطه مستقیم داره با عملکرد رسانه های نظام حالا خدا رو شکر ما از طریق تیوا تونستیم انقدر کیفیت حداقل تنیس رو خوب پخش کنیم که خیلی از پیامک که بود خیلی هم میگفتن اسم این شبکه های خارجی ورزشی رو میگفتن نمیدون از چون یورو اسپورت و حالا اسمم بردم ببخشید از اینا ما خیلی بهتر بودیم گفتم خب خدا رو شو که ما از اینا بهتر بودیم نه من دیدم دست شما در نکن تبریک میگم مرسی من از من به عنوان یه فرد مستقل کسی که مملکتش رو دوست داره و من میدونم که خدا نخواسته هر رخداد منفی برای این مملکت پیش بیاد آسیبش متوجه صده صده. همه مردم ما میشه کاملا فقط ما وقت برنامه‌مون تمام شد خیلی ممنونم از شما که افتخار رو به ما دادین خوشحال میشم که مجدد بتونیم در خدمت شما باشیم سوالات کارشناسی مخصوصا تو حوزه مدیریت ورزش و امیدوارم که سالم و سلامت فقط من یه نکته بگم که تقاضا من که رؤسای هیئت‌های ورزشی تنیس کشور بیشتر بیاندیشن چون هر رخدادی که در فدراسیون داشته باشیم اونها اگه در دنیای مادی پاسخگو نباشن و دادگاهی بر اونها مطرح نباشن بدونن حداقل حد پیش دادگاه وجدانشون و قیامت باعثی پاسخ بدن که ما امروز زمینگیر وضعیت موجود نباشیم ممنون از شما حالا ان به امید خدا دوستان عزیز ریاست هیات های ها با اکثریت آرا جناب آقای عزیزی رو انتخاب کردین و این دفعه میگم یه سیستم کاملا مشخص و واضحیه اگر تنیس ما رو به سر بره مقصر تک تک شما ریاست های محترم هستین و کسی که بازخواست میشه شما هستین که از طریق شهرستان ها بوده یعنی این اگه فرهنگ حداقل ورزشی ما رسانی ما بالا بره اگر مشکل در تنیس باشه مشکل شخص مستقیم ریاست استان هاست ممنون که تماشاگر این برنامه بودین و خیلی متشکرم که اپلیکیشن تیوار از get tv.com نصب میکنین و از سامانه پیامکی 510 با ما در ارتباط پیامک بزنید حتما 51 رو فراموش نکنید و تا برنامه دیگر انشاءالله ما در برنامه بعدی چند